به نام خدا حکایت ابن سیرین و زن حوسباز در روزی از روزگاران شاگرد جوانی بود که پارچه فروشی می کرد و هر روز صبح به مقازه آمد. مقازه را آب و جارو می کرد و آنچه استاد بزاز به او میگفت بدون چون و چرا انجام میداد روزها و ماهها گذشت و دیگر بزاز به ایمان و پاکی شاگرد اعتماد داشت لذا خیلی وقتا بدون اینکه خود به مقازه بیاید کارها را به او میسپرد روزی از روزها که جوان در مغازه تنها بود، زنی به بهانه پارچه خریدن وارد مغازه شد. او پارچه های متعددی را انتخاب کرد اما در نهایت چیزی نخرید. شاگرد پارچه فروش خبر نداشت که آمدن این زن به مغازه بی علت نیست. نمیدانست که این زن عاشق و دلباخته او شده و به هر صورتی تصمیم دارد شاگرد پارچه فروش را به سمت خود متمایل کند. روز دیگر که پارچه فروش و شاگرد هر دو در مغازه بودند بار دیگر زن به مغازه آمد و پارچه زیادی خریداری کرد پارچه ها آنقدر زیاد بودند که زن نمی توانست آنها را با خود حمل کند زن به صاحب پارچه فروشی گفت میبخشید من تصمیم نداشتم این مقدار پارچه خریداری کنم اما اکنون که نگاه میکنم پولم نیست کافی نیست اگر امکان دارد شاگردتان را به همراه پارچه به منزل ما بیاید تا من مابقی پول را به او بدهم در سانی بردن این مقدار پارچه برای خودم امکان پذیر نیست پارچه فروش شاگرد خود را همراه زن فرستاد شاگرد نمیدانست که زن در منزل همه چیز را فراهم کرده تمام اهل خانه بیرون بودند و کسی در خانه نبود شاگرد مغازه همراه زن وارد خانه شد به محض ورود به خانه زن تمام دربهای خروجی را بست سپس او از شاگرد پارچه فروش خواست که بنشیند تا برای او آبی سرد بیاورد جوان شاگرد گوشی نشست و منتظر زن ماند او منتظر پول بود که با گرفتن آن به سوی مغازه بازگردد زمان طولانی شد و جوان چند باری زن را صدا زد پس از مدتی زن با هزار اشوه و ناز در حالی که به شدت خود را آرایش کرده بود به اتاق آمد شاگرد فهمید که زن چه دامی برای او پهن کرده است از زن خواهش کرد که به او اجازه دهد خانه را ترک کند اما زن گوشش به دکان نبود و میگفت که ماها از برای چنین روزی در حال برنامه ریزی هست. اگر هم رضایت من را بر نیاوری چنان فریاد میزنم که همه محل به اینجا بیایند و آبرویت کاملا برود جوان فهمید که از این زن چنین کاری بعید نیست شاگرد جوان ترسیده بود و هیچ فکر نمیکرد به این آسانی عفت و تقوای او از میان برود او چاره جز تسلیم نمی دید اما فکری مثل برق از خاطرش گذشت یک راه باقی مانده بود در ذهن خود گفت کاری کنم عشق این زن تبدیل به نفرت شود و خودش از من دست بردارد اگر بخواهم دامن تقوا را از آلودگی حفظ کنم باید یک لحظه آلودگی ظاهر را تحمل کنم به بهانه قضای حاجت از ات اتاق خارج شد بعد از کمی با سر و صورت و لباس آلوده از دستشویی برگشت و به طرف زن آمد تا چشمان زن به او افتاد روی در هم کرد و فورا او را از منزل خارج کرد محمد خود را به نزدیکی آب روانی رسان و خود را شست. تنش برای همیشه بوی عطری بر خود گرفت که از هر کجا که عبور می کرد همه متوجه می شدن که محمد ابن سیرین از آنجا گذشته است. آری محمد با این نقشه پایی بر نفس خیش نهاد و پوزی شیطان را به خاک مالید و از محلک نجات یافت. شاگرد پارچه فروش همان ابن سیرین معروف است که یکی از معبران خواب است. ممنون که تا پایان این داستان با ما همراه بودید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید با تشکر